خیلی از افرادی که تازه شروع به کار میکس و مسترینگ میکنن این سوال براشون به وجود میاد که آیا برای اینکه بتونن بهترین میکس مسترینگ ممکن رو انجام بدن اول نیاز دارن که یک هدفون خوب خریداری بکنن یا یک جفت اسپیکر مانیتورینگ مناسب توی این ویدیو من بهتون مزایا و معایب میکس مسترینگ روی هر کدوم از این دو رو میگم و در نهایت بهتون میگم که طبق بودجه و شرایطی که در حال حاضر دارین کدوم یک از این دو میتونه براتون مناسب تر باشه که اول بتونین خریداری بکنین پس برای اینکه بتونین بهترین تصمیم گیری رو داشته باشین حتما این ویدیو رو تا انتها ببینین و اگه از یوتیوب دارین بینین، حتما این ویدیو رو لایک بکنین و کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کانالشام فعال بکنین تا از ویدیوهای جدیدتر من جا نمونین از اونجایی که پروسه میکس و مسترینگ برای تولید یک موسیقی یا یک آلبوم میتونه یکی از تخصصی ترین و پیچیده ترین پروسه ها باشه برای خیلی از افراد این سوال به وجود میاد که کدوم یک از این ابزارها یعنی اسپیکر مانیتورینگ و هدفون میتونه مناسب تر باشه برای اینکه بتونن بهترین میکس و مسترینگ رو انجام بدن جواب کوتاهی که من به این سوال میتونم بدم این هستش که برای اینکه بتونید بهترین و تخصصی ترین میکس رو داشته باشین شما حتما نیاز به هر دوی این ابزار دارین در نتیجه برای اینکه بتونید بهترین مانیتورینگ رو انجام بدین حتما با یک اسپیکر مانیتورینگ و یک هدفون در کنار هم داشته باشین تا بتونین یک میکس و مسترینگ کاملا تخصصی رو انجام بدین ولی خب برای افراد تازه کار و کسایی که تازه میخوان شروع به این کار بکنن خیلی سخت هست که بتونن هر دوی اینها رو در کنار همدیگه خریداری بکنن و براشون سوال پیش میاد که خب اول کدوم از اینها رو میتونم طبق بودجه که دارم خریداری بکنم من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم میام و مزایا و معایب میکس و مسترینگ توی هر کدوم از اینها رو بهتون میگم تا بتونین راحت تر تصمیم گیری بکنین اولین مزیتی که میکس با هدفون میتونه داشته باشه اینه که شما خیلی از جزئیاتی که توی میکستون هست رو میتونین تنها با استفاده از هدفون به صورت کاملا دقیق تشخیص بدین و یک سری کارها مثل پنینگ ها مثل استریو ایمیجینگ مثل افکت های مبتنی بر زمان مثل ریورب دیلی اینا چیزهایی هستن که شما خیلی دقیق تر میتونین با هدفون انجامشون بدین برای همین هدفون زمانی که شما این ریزکاری رو میخواین انجام بدین به مراتب میتونه نسبت به اسپیکر مانیتورینگ برتری داشته باشه مزیت بعدی که میتونه داشته باشه اینه که اگر اتاق شما دچار مشکلات آکوستیکی هست یا خوب آکوستیک نشده شما با استفاده از هدفون دیگه نیاز ندارین که نگران این مشکلات آکوستیکی باشین که یک موقع توی یک سری از فرکانس دوچار دچار ضعف باشین و نتونین به درستی اون مشکل موزیکتون رو تشخیص بدین برای همین دوباره هدفون توی این قضیه میتونه از اسپیکر مانیتورینگ برتری داشته باشه همچنین یک سری معایب بزرگ مثل دیستورشن ها رو شما با استفاده از هدفون خیلی سریعتر میتونین تشخیص بدین البته توی اسپیکر مانیتورینگ هم باز میتونین تشخیص بدین ولی توی سطح های بالا توی لولهای های بلندتر ممکنه اون دیستورشن اونجوری که توی هدفون شنیده میشه شنیده نشه ولی بریم سراغ معایبی که هدفون میتونه داشته باشه اولین عیبی که هدفون داره اینه که شما نمیتونین طولانی مدت با استفاده از هدفون کار میکس و مسترینگ رو انجام بدین چون گوش شما به مرور زمان خسته میشه و دیگه نمیتونین اون ضعفایی که توی موسیقیتون وجود داره رو به راحتی پیدا بکنین دومین عیبی ای که میتونه داشته باشه اینه که در طولانی مدت اگر بخواید برای برای کارهای میکس و مسترینگتون فقط از هدفون استفاده بکنین ممکنه گوش شما دچار آسیب دیدگی بشه بخصوص اگر عادت داشته باشین که با صدای بلند کار میکس و مسترینگ رو انجام بدین برای کسایی که از هدفونهای پشت بسته استفاده میکنن چون صدا به صورت کامل توی گوششون حبس میشه به مرور زمان ممکنه که دچار ضعف شنیداری بشن و بیماری از قبیل تینیتوس ممکنه در نهایت باعث این بشه که دیگه کلا نتونیم با استفاده از هدفون کار میکس و مسترینگ رو انجام بدین یکی دیگه از عیب هایی که میکس با هدفون میتونه داشته باشه اینه که ممکنه میکس شما اون عمق لازم و کافی رو نداشته باشه و اگر با اسپیکر مانیتورینگ بیاین و میکس و مسترینگ رو انجام بدین صد درصد میکس های شما عمق بیشتری نسبت به اون زمانی داری که شما فقط با استفاده از هدفون میایین کار خودتون رو میکس و مستر میکنین اگر تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتی حتما کانال من رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارشم فعال کن تا از ویدیو جدید تر من جا نمونی حالا بریم سراغ مشکلاتی که میکس با مانیتورینگ میتونه داشته باشه یکی از بزرگترین معایبی که میتونه میکس و مسترینگ با اسپیکر مانیتورینگ داشته باشه این هستش که اگر اتاق شما دچار مشکلات آکوستیکی باشه به خصوص اگر اسپیکر مانیتورینگ های شما ساب های بزرگ داره بزرگتر از 5 اینچ داره ممکنه توی یک سری از فرکانس ها دچار ضعف باشین و نتونین مشکلات موزیکتون رو توی اون فرکانس ها برطرف کنید در نتیجه صدایی که به ش... گوش شما میرسه اون صدای کاملا دقیق نیستش و باعث میشه که تصمیم اشتباه بگیرین توی پروسه میکس و مسترینگ خودتون یکی از معضلات دیگه که میتونه میکس و مسترینگ با اسپیکر مانیتورینگ ها داشته باشه پدیده به نام کراس تاک هستش کراس تاک زمانی رخ میده که دقیقا شما توی مرکز سقل بین دو اسپیکر مانیتورینگتون قرار گرفتین و گوش راست شما فقط از اسپیکر مانیتورینگ راست صدا رو نمیشنوه و مقداری هم از اسپیکر مانیتورینگ سمت چپ به گوش راست شما صدا انتقال پیدا میکنه و دقیقاً برعکسش توی گوش چپ شما هم رخ میده به این پدیده در اصطلاح کراس گفته میشه و ممکنه توی تنظیماتی مثل پنینگ ها یا استریو ایمیجینگ ها نتونین با اسپیکر مانیتورینگ بهترین تصمیم گیری رو انجام بدین برای همین اینجور وقتا هدفون میتونه بهترین گزینه باشه و یکی دیگه از مشکلاتی که ممکنه در حین میکس و مسترینگ با اسپیکر مانیتورینگ هاتون پیدا کنید این هستش که ممکنه یک سری صداها که در سطح پایین تر قرار دارن در اسپیکر مانیتورینگ ها اونجوری به صورت دقیق شنیده نشن و نتونین در موردشون تصمیم درستی رو بگیرین ولی خب وقتی با هدفون دارین گوش میدین از اونجایی که خیلی با هدفون میتونین دقیقتر تر صداها رو بررسی بکنین خب صداهایی که تو سطح پایین قرار دارن رو شما راحتتر میتونین در موردشون تصمیم گیری مناسب رو انجام بدین یکی از بزرگترین مزایایی که میتونه میکس و با اسپیکر مانیتورینگ داشته باشه اینه که شما میتونین تصمیم گیری به مراتب بهتری رو در مورد میکس نهاییتون داشته باشین این به این معنیه که وقتی شما صدای موزیکتون توی اسپیکر مانیتورینگتون عالی به نظر میرسه وقتی شما ببرین روی دستگاه های دیگه مثل ضبط ماشین مثل گوشی موبایل یا هر وسیله دیگه ای بخوان گوش بدین خب زیاد تفاوت چندانی با اون چیزی که از اسپیکر مانیتورینگ هاتون شنیدین نداره ولی اگر با هدفون فقط میکس کرده باشین ممکنه نتونین یه سری صداها مثل صداهای بیس رو بلندیش رو به صورت کامل تنظیم کرده باشین در نتیجه ممکنه وقتی میبرین توی حالا سیستم ماشین یا سیستم بزرگتر صدای موزیکتون رو گوش میدین ممکنه سورپرایز بشین که چرا اینقدر صدای بیستون کم یا بیش از حد زیاد شده برای همین اسپیکر مانیتورینگ ها به مراتب میتونه در مورد میکس نهاییتون برای شما رفرنس بهتری باشه امکان ایبیابی میکس به خصوص در سطوح بلند صدا با اسپیکر مانیتورینگ خیلی راحت تر هستش تا با استفاده از یک هدفون خالی برای همین شما اگر قصد دارین که با صدای خیلی بلند کار میکس و مسترینگ رو انجام بدین خب صد درصد اسپیکر مانیتورینگ ها برای شما میتونه رفرنس بهتری باشه و در نهایت میکسی که شما توی اسپیکر مانیتورینگ ها تو انجام میدین به مراتب عریضتر هستش در نتیجه وقتی توی سیستم های استریو میبرین گوش میدین خب زیاد براتون تفاوت چندانی نداره با اون صدایی که از اسپیکر مانیتورینگ های خودتون شنیدین خب برای اینکه نتیجه بگیریم در نهایت طبق بودجه و شرایط شما کدوم یک از این دو بهتر هستش مهمترین قضیه که من بهتون توصیه میکنم حتما در نظر داشته باشی این هستش که آیا محیطی که شما توش هستین کامل آکوستیک شده و هیچ گونه مشکل آکوستیکی نداره یا ممکنه مثلا دوچار یه سری زفای آکوستیکی باشین یا اصلا نتونسته باشین اونجا رو آکوستیک بکنین اگر این مشکل رو دارین که میتونم بگم مشکل 90 درصد افراد تازه کار هستش در نتیجه من بهتون توصیه میکنم که قبل از خرید اسپیکر مانیتورینگ حتما این موضوع رو در نظر بگیرین که باید محیط شما کاملا آکوستیک شده باشه و هیچ گونه مشکل آکوستیکی نباید داشته باشین اگر میخواین بهترین میکس و رو با مانیتورینگ ها انجام بدین ولی اگر این مشکلات رو دارین توصیه می کنم که حتما هدفون رو انتخاب بکنین و در وهله دوم اگر بودجه کافی رو ندارین که بتونین یک اسپیکر مانیتورینگ گرون قیمت و خوب رو خریداری کنین من توصیه میکنم که به جای اینکه بیاین پولتون رو صرف یک اسپیکر مانیتورینگی بکنین که شاید قیمتش سه برابر یک هدفون خوب باشه بیاین و به جاش یک هدفون با کیفیت تر بخرین در آخرم تصمیم نهایی رو من به خودتون میسپرم که بین اسپیکر مانیتورینگ و هدفون ببینین که کدوم یک رو خریداری کنین ولی همونطور که اول ویدیو گفتم شما اگر میخواین تبدیل به یک میکسمن یا مهندس مستر حرفه‌ای بشین نیاز به هر دوی اینها دارین و هیچ کدوم از اینها نمیتونه جایگزین اون بشه به پایان این ویدیو رسیدیم ممنون که تا اینجا با من همراه بودین لطفا حتما این ویدیو رو لایک بکنین و توی قسمت کامنت ها هم برای من بنویسین که تصمیمتون این هست که اول اسپیکر مانیتورینگ خریداری بکنین یا یک هدفون خوب در آخر هم حتما کانال من رو سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش رو شو. فعال کن تا از ویدیو جدیدتر من جا نمونین